سلام، به برنامه شبنامه سه‌شنبه ها خوش آمدید. سه‌شنبه ها ما در رابطه با جامعه مدنی در ایران صحبت میکنیم. این هفته متاسفانه مجبوریم به نوعی ادامه برنامه هفته قبلمون باشه که در رابطه با خبرنگاران بود، خبرنگارانی که دستگیر شدند و پس از گذشت 8 روز هنوز در زندانند. همکاران ما ریحانه طباطبایی، فاطمه ساغرچی، علی دهقان، نرگس جودکی، جواد دلیری، نسرین تخیری، کیوان مهرگان، پژمان موسوی، میلاد فدایی اصل، اکبر منتجبی، حسین یاخچی، ساسان آقایی، سلیمان محمدی، سبا آذرپیک و امیلی امرایی هنوز در زندانند. وکلایشون هنوز نتونستند به پرونده اونها دست پیدا کنند. هنوز مشخص نیست اتهام اونها چیست، به جز اعلامیه‌ای که وزارت اطلاعات امروز صبح سه‌شنبه صادر کرد. من بخشی از اون اعلامیه رو که دقایقی پیش به دست ما رسید براتون میخونم. اولا اعلام میکنه که دستگیری تعداد دیگری از این شبکه که وابسته به بی بی سی است به گفته وزیر اطلاعات هنوز در جریانه. در یک جای دیگه این اطلاعیه وزیر اطلاعات اشاره میکنه که این بخشی از این شبکه که گسترده تر و پر جمعیت تره در خارج از کشور تمام اونها هم شناسایی شدن. به گفته وزیر اطلاعات باز مرکز این شبکه، شبکه‌ای که مشخص نیست هدفش چی بوده، کارش چی بوده، در لندن، ولی در 3 شهر دیگه، استانبول، پاریس و بروکسل هم دارای شعباتی است این شبکه. معتقدند که این شبکه با دادن هدیه‌ای در داخل از ایران تلاش در جمع‌آوری اطلاعات داشته و این اطلاعات رو به خارج از کشور منتقل میکرده. این که دستگیری ها میتونن ادامه پیدا کنن و این که هیچ خبری از این همکاران ما نیست و نه خانواده هاشون و نه وکلایشون اطلاع دقیق از اونها ندارند، از این 16 همکار ما واقعا نگران کننده است. متاسفانه در 20 ساعت کمتر 15-16 ساعت اخیر با دستگیری قاضی سعید مرتضوی، قاضی که شهرتش رو مدیون احکام دستگیری خبرنگاران و بستن روزنامه هاست، البته به عنوان سرپرست وزارت کار امور اجتماعی، بیمه کار امور اجتماعی دستگیر شده و گویا اتهامی که بهش وارد کردند اتهام قتل زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس کانادایی که گفته می شود توسط ایشون در زندان اوین به قتل رسید نیست. اتهام ایشون آنچه در کهریزک اتفاق افتاد نیست، تنها سوء مدیریت و احتمالاً اختلاس مالی است. ما در رابطه با دستگیری آقای سعید مرتضوی و در زندان ماندن همکارانمان چند دقیقه قبل از آغاز برنامه، به خاطر اینکه نمیتونستند در این برنامه به طور مستقیم حضور پیدا کنند، با خانم آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در اسلو پایتخت نروژ سوال کردیم. از اولین سوال من از خانم آسیه امینی بود که این مسئله که آقای مرتضوی نه در رابطه با مسئله کهریزک دستگیری روزنامه ها، پرونده های روزنامه نگاران و بستن روزنامه ها، پرونده زهرا کاظمی دستگیر شده، بلکه به یک اتهامی که احتمالا دادگاه ها اونو به 10-15 روز حبس محکوم میکنن و حتی و یا حتی حکم برایتش صادر میکنن دستگیر شده، نظرشون چیه؟ با هم به صحبت های خانم آسی امینی گوش بدیم. ببینید، من در مورد آقای نه فقط در مورد آقای مرتضوی، که در مورد شاید هر شخص دیگه ای که از بالاترین مقام هایی که دارای مسئولیت های حقوقی و قضایی هستند به لحاظ جایگاه سیاسیشون، تا فردی که در واقع هیچ پشتیبان سیاسی، حقوقی، اقتصادی و قضایی نداره،
معتقدم به هر حال هر آدمی حق داره که از یک رویه قضایی عادلانه برخوردار بشه. این موضوع در واقع شامل حال آقای مرتضوی هم میشه. ما هنوز در مورد اتهامی که به آقای مرتضوی وارد شده چیزی نمیدونیم، اما به عنوان یک روزنامه نگار که سالها در واقع شاهد از دست دادن موقعیت‌های بسیار برای همکارانم، برای همسنفانم، برای جامعه روزنامه نگاری ایران توسط این فرد بودم و به عنوان روزنامه نگاری که نه فقط در دادگاه‌هایی که آقای مرتضوی رئیس اون دادگاه بودن به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات حضور داشتم، بلکه در روزنامه‌هایی کار کردم که بارها توسط ایشون حکم در واقع انحلال اونها صادر شده، توقیف اونها صادر شده و همچنین بی‌عدالتی‌های فراوانی که توسط شما هم از تعدادی از اونها نام برده شد، با این وصف اعتقاد دارم که آقای مرتضوی هم مثل هر کسی دیگه ای باید از یک رویه قضایی عادلانه برخوردار بشن. من اعتقاد ندارم که اتهامی که هم اکنون به ایشون وارد شده و همونطور که شما هم اشاره کردین به نظر میرسه که بیشتر یک در واقع قربانی سیاسی میخوان از ایشان بسازن و یک فردی باید در دعوای بزرگی که بین سران قوا و رهبر انقلاب در جریان هست، یک فردی باید این وسط قربانی بشه و بالاخره این قرعه این فال به نام آقای مرتضوی زده شد. ولی اعتقاد دارم که نه، من معتقد نیستم که این اتهام میتونه ایشون رو به قول شما با یک حاله از باکرگی یا هر چیز دیگه ای یک مسئولیتی به ایشون بده که اتهام های دیگه و پرونده سنگین آقای مرتضوی فراموش بشه. من فکر میکنم شاید بد نباشه اشاره بکنم که آقای مرتضوی به نظر من یک نقطه عطف در تاریخ روزنامه نگاری ما هست. ما در واقع مثل مرتضوی کمتر داشتیم، کسی که بتونه این توانایی رو داشته باشه که در مناسبات سیاسی پله های ترقی در واقع مناسب حقوقی و قضایی رو دو تا یکی طی بکنه و به جایگاهی برسه که با قلع و قمع آزادی بیان و با توقیف مکرر روزنامه ها و با دستگیری و محکومیت های متفاوتی که برای روزنامه نگاران صادر میکنه جایگاه خودش رو تثبیت بکنه در شرایط سیاسی امروز جامعه ایران. ما مثل مرتضوی کم داشتیم، خوشبختانه مثل مرتضوی کم داشتیم و امیدوارم هرگز دیگه نداشته باشیم، اما این چیزی نیست که فراموش بشه. این تاریخ ماست و این فرد به نظر من هنوز تازه اول پاسخدهیش رسیده، تازه تاریخ پاسخدهی این آدم داره شروع میشه و هنوز خیلی مونده. این دادگاه عادلانه ای نخواهد بود چون وارد یک بازی سیاسی هست. اون دادگاه هم بخشی از رول اون بازی سیاسی رو بر عهده داره، بنابراین آقای مرتضوی هنوز برای جواب دادن خیلی وقت دارن. بله، ما از اسلو به استانبول میریم، استانبول که در اطلاعیه امروز وزارت اطلاعات به عنوان یکی از شعبات این دست گروه توطئه چینی که در لندن مرکزش هست، البته بنابر گفته وزارت اطلاعات، یکی از شعباتش در شهر استانبوله. آقای امید مافی، خوش اومدید به برنامه ما. من هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون، در خدمتون هستم. آقای مافی، شما هم از امروز بنابر این اعلامیه در یکی از مراکز توته و خبرچینی برای غرب تشریف دارین. خب، امنیتی جمهوری اسلامی از این اتهام ها به تمام فعالین خارج کشور و داخل کشور میزنه بدون اینکه بخواد سندی رو نشون بده. طبیعتاً من فکر میکنم که الان از منظر وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی حتی
سلام و احوال پرسی ما با دوستانمون در داخل کشور هم مصداق عینی اقدام علیه امنیت ملی تلقی میشه و این هم اگر ریشه یابیش بکنیم به همون نگاه دشمن پندارانه آقای خامنه ای برمیگرده که در تمام این سالها مدام اگر تحلیل محتوای صورت بگیره رو صحبت‌های ایشون واژه دشمن رو تکرار کردن و اصلا انگار حیات ایشون وابسته به وجود یک دشمن هست که همواره ایشون رو تهدید میکنن. آی مافی، هم شما اشاره کردین ما دیگه هر گونه تماسی حتی برای احوال پرسی با همکارانمون، نه برای تبادل نظر یا گرفتن و دادن اخبار، اخباری که به عنوان خبرنگار با اونها ما سر و کار داریم روزانه و هیچ گونه جرمی در هیچ جای دنیا به حساب نمیاد که با هم این اخبار رو با هم چک کنیم، با هم کنترل کنیم، ولی این فکر نمی کنید که میخوان به طور کلی دوستان ما در داخل کشور رو از بقیه همکاراشون در خارج کاملا جدا کنند که هیچ گونه تبادل نظری و تبادل خبرهای حتی ساده هم نباشه، یعنی یک دیواری به دور رسانه‌های ایران بکشند که رابطهشون کاملا با دنیای خارج از نظر تبادل خبر قطع بشه؟ دقیقا همین هست آقای رفعت عزیز. شما اگر دقت کرده باشید جمهوری اسلامی در 3 دهه اخیر همه تلاشش رو کرده تا روزنه‌های اطلاع رسانی و نفوذ اطلاعات به داخل کشور و یا درز اونها به خارج از کشور رو بگیره، من جمله فیلترینگ شدیدی که رو وبسایت‌های اینترنتی داره اعمال میکنه، پارازیتی که داره روی نوعی، حالا رسیده به اینجا که تمام این راه‌های ارتباطی هم که وجود داره، حتی مثلا نقل قول از رسانه‌های داخلی در رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های خارج از کشور به نظر میرسه که از نظر نیروهای امنیتی جرم هست و اگر در واقع خبرنگاران داخلی سوژه رو پیگیری میکنن رو در واقع خارج از کشور پرورش دادن، در حالی که در همین فاصله 48 ساعت گذشته خود آقای احمدی نژاد و دستگاه حاکم بر ایران به قدر کافی سوژه تولید کرده و خود خبرگزاری های رسمی دارن اینها رو منتشر میکنه، سعید مرتضوی رو منتشر میکنه، خبر درگیری های مجلس مستقیما از رادیو پخش میشه و همه اون صحنه ها رو با گوش های خودشون میبینن. اما وقتی که این میاد و در رسانه های خارج از کشور بازتاب پیدا میکنه، برای جمهوری اسلامی خوشایند نیست و چنین تمایلی رو نداره که این همه اختلاف درون حاکمیتی که تصور میکرد از سال 84 به بعد یک دستش کرده نماد بیرونی داشته باشه و به خاطر همین حالا سرگیجه گرفته به گمان من، نمیدونه چه کار کنه، ناچار هست باز هم اتهام زنی بکنه در آستانه انتخابات، فضای رعب و وحشت ایجاد بکنه تا اندک روزنامه نگاه سوال میپرسند رو بترسون، همچنین برای که از این سوژه ها و از این روزنامه نگاران بهره نگیرند. جمهوری اسلامی تصور میکرد اگر در آستانه انتخابات اجازه مجدد انتشار به برخی از روزنامه ها رو بده، میتواند یک نمایش انتخاباتی خوب رو داشته باشه و یک نمایش برای باز شدن فضا. اما درگیری ها درون جناح حاکم بر ایران اونقدر زیاد بود که اومدن رسانه های مستقل از حاکمیت که زیر ضرب شدید نیروهای امنیتی قرار داشتند، این شکاف ها رو علنی تر کرد و حاکمیت این بار نخواست در واقع هزینه توقیف نشر بپردازه، تصور کرد که میتواند با بازداشت چند روزنامه نگار و متهم کردن اونها به ارتباط با خارج از کشور به این داستان فیصله بده، منتها همچنان میبینه که این جریان ادامه داره و خب خود مسئولین حکومتی دارن سوژه تولید میکنن، اختلاف ها علنی تر میشه، ناچار هست مدام هی سرپوش بگذاره بر این و توجیه بکنه این بازداشت گسترده رو. ساعتی پیش 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، یعنی گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان، گزارشگر گروه کاری برای حبس و بازداشت های خودسرانه، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر
و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در یک اعلامیه مشترکی که در ژنو صادر شد نه تنها خواستار آزادی فوری خبرنگاران و جلوگیری از این موج حملات به مطبوعات شدند، ولی روی یک مسئله تکیه کردند که ما در ابتدای صحبتمون هم بهش گفتیم، و اون این است که این کارشناسان سازمان ملل متحد معتقدند که حق ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی که شامل سازمان‌های غیر دولتی و بنیادهای مختلف میشه و همچنین با همکاران دیگرشون که یکی از اتهام‌های این خبرنگاران هست، از نظر کاملا با قوانین حقوق بشری و منشور حقوق بشر سازمان ملل در مغایرت است. اینها این دستگیری ها رو نگران کننده میدونند و معتقدند که دولت جمهوری اسلامی ایران باید خبرنگاران رو آزاد بذاره که بدون ترس سخن بگویند و بدون ترس بنویسند. ولی خب این مسئله که میدونیم در ایران همیشه ما بعضی وقتها کمتر بعضی اوقات بیشتر، همیشه خبرنگاران و مطبوعات و رسانه‌ها در ایران تحت فشار بودن، فشارهایی که در این هفته‌های اخیر بار دیگر بیشتر شده و حتی فشارهایی که شاید مردم از اون اطلاع داشته نباشند. به عنوان مثال در روزی که آقای احمدی نژاد به مجلس رفت و سخنرانی شو کرد و به قول خود ایشون بخشی از بگوهایش را گفت، بخشنامه‌ای به روزنامه‌های ایران رسید که میبایستی فقط اخبار رسمی و نه حاشیه‌های این نشست مجلس رو گزارش بدن و اگر خلاف این عمل می‌کردند خب به احتمال زیاد حکم تعطیلی روزنامه‌ها صادر می‌شد. این سنت سانسور پیشگیرانه، یعنی قبل از اینکه روزنامه‌ها به زیر چاپ برند، از چه زمانی در ایران بوده و چقدر روی اون محصولی که روزنامه‌نگاران تحویل مردم در دکه‌های روزنامه فروشی می‌دن تأثیر داشته؟ من فکر می‌کنم چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب، ما در واقع من اسم این بنده خدایی که پیش از انقلاب می‌رفت در چاپخونه‌ها و وای می‌ساخت تا روزنامه منتشر بشن رو فراموش کردم. یعنی آمدن و بعد بر روزنامه ها نظارت میکردن، اجازه انتشار رو نمیدادن و حتی اگر خاطرتون باشه در همون دورانی که حالا به دوره اصلاحات در ایران معروف است، در دوران آقای خاتمی هم روزنامه های منتشر میشدن که بخش هایی از صفحاتشون رو سفید منتشر میکردن و بعد میدونستن که حذف شده و بعد از انتخابات 88 این به شدت گسترده تر شد. اگر خاطرمون باشه در همون شبها مدام از حضور ماموران امنیتی در چاپخانه ها خبر میدادن که بر محتوای روزنامه ها نظارت میکردن و این واقعیتش این هست که ریشه گرفته از همون اندیشه ایست که در این سالها بر ایران حاکم بوده. من اول صحبت هم عرض کردم خدمتتون که یک اندیشه دشمن پندارانه بر ایران حاکم هست و اگر برگرد در خصوص رسانه ها، سال 79 ایشون به طور علنی اعلام کرد که مطبوعات به پایگاه دشمن تبدیل شدند و پیش از اون هم در اون سالهای نخست انتخاب ایشون از مجلس خبرگان به عنوان رهبر در یک دیدار با کارکنان صدا سیما رسما ایشون اعلام میکنه که وظیفه خبرنگاران این نیست که همه اخبار رو پوشش بدن، بلکه خبرنگارها باید یک تجزیه و تحلیل بکنن که چه خبری خوب است و چه خبری بد انتشارش رو ندن. حالا اون نگاه با تمام قدرت بر ایران حاکم هست و طبیعی است که این اجازه رو نمیخواد بده که رسانه‌های مستقل و خبرنگار بدن. شما میبینید که به کثیف‌ترین کارهای ممکن و کثیف‌ترین رفتارهای ممکن دست میزنن.
خودشون میان به اسم خبرنگارانی که در خارج از کشور فعالیت دارن پروفایل های جعلی و بلاگ های جعلی میسازن، از قول اونها خاطرات شخصی منتشر میکنن و بعد این خاطرات شخصی رو کنار هم قرار میدن و تحلیل شخصیتی میکنن افراد رو و اتهام های رو میزنن که فکر میکنن در ذهن بازجوهای وزارت اطلاعات بسیار خوشایند هست این که یکایک خبرنگاران رو متهم بکنن به ارتباط های جنسی یا مسائلی که از نظر جمهوری اسلامی خلاف عرف و اخلاق هست. خب این جریان وقتی که حاکم هست طبیعتا به هیچ قاعده بین المللی هم پایبند نخواهد بود، بقیه حوزه ها نشون داده که پایبند مشکل گویا روی خط با استانبول است. تا این مشکل رو رفع کنند، آقای عبدالکریم لایجی رئیس نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشری و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشری ایران هم در یک بیانیه‌ای که امروز سه‌شنبه منتشر کردند یادآوری می‌کنند که بنابر گزارش سالانه خبرنگاران بدون مرز که هفته گذشته چهارشنبه انتشار یافت، در میان 179 کشور که در رابطه با آزادی بیان مورد بررسی قرار گرفتند، جمهوری اسلامی ایران در رده 174 قرار دارد. البته شاید جالب باشه برای بینندگان بدونن که ما قبل از اینکه قانون مطبوعات اصلا داشته باشیم، در زمان ناصرالدین شاه قانون سانسور در ابتدا تهیه شد و این قانون توسط یک ایرانی هم نوشته نشد، بلکه یکی از نزدیکان دربار قاجار که ایتالیایی بود، یک کنت ایتالیایی بود، کنت دی مونتفورته، پیشنهاد داد این چنین قانون رو بنویسه و این نوشته شد. اون زمان البته اولین نشریه های فارسی زبان در خارج از ایران در هند منتشر می شدند و بعد به داخل ایران می آمدند و عمدتا برای جلوگیری از پخش اخبار در اون زمان هم بود. من نمی دونم تماس ما با ترکیه مجددا برقرار شده؟ من دارم. بله بله. حالا به یک مسئله دیگه که این دستگیری آقای سعید منتظری سعید مرتضوی معذرت میخوام، به نوعی در افکار عمومی این امکان رو پیش میاره که خبر با تبدیل شدن به خبر اول، مردم خبر دستگیری 16 خبرنگار و روزنامه نگار رو در هفته گذشته به نوعی به فراموشی بسپرند یا اینکه از کنارش بگذرند یا اینکه از اهمیتش کاسته بشه. ما در این رابطه هم از خانم آسی امینی قبل از آغاز برنامه و همونطوری که گفتم ایشون نمیتونستن در برنامه مستقیما حضور پیدا کنند، این سوالو کردیم و با هم به پاسخ خانم آسی امینی گوش بدیم. من چنین تصوری ندارم، برای اینکه اولا باید پرسید اساساً چه کسی راجع به دوستان و همکاران و همسنفان ما حرف میزنه. اگر منظور مطبوعات داخل ایران هستن که با محدودیت هایی که هممون میدونیم آنچه که تونستن و شرایط بهشون اجازه داده برای همکارانشون انجام دادن و انجام میدن، ولی ما میدونیم که حتی آوردن نام زندانیان سیاسی که البته متاسفانه بهشون گفته میشه زندانیان سیاسی، برای اینکه اینها نه فعالیت سیاسی داشتن نه حتی هیچ اتهام سیاسی بهشون میچسبه، ولی به هر حال کسی که با اتهام های مختلفی در یک شرایط سیاسی زندانی میشه و نگهداری میشه، نام بردن ازش و تحلیل کردن شرایطشون بسیار سخته. با این وصف همکاران ما تک و توک هر از گاهی نامی از همکارانشون اونجایی که تونستن بردن و میبرن. اگر رسانه‌های بیرون از ایران باشه که همین الان شما به عنوان یک روزنامه‌نگار خارج از ایران دارین و بنده به عنوان همکار شما داریم این مهم رو ادامه میدیم و رسانه‌های دیگه هم امیدوارم اینطور باشه. اگر منظور محافل سیاسی هست
که به نظر من اونها هم اگر قرار بود که کار جدی تو این زمینه انجام داده باشن، حداقل تو این یک هفته سر و صداش در می اومد. بنابراین من فکر نمی کنم این دو به هم ربط داشته باشن. من بیشتر فکر می کنم که شاید در واقع مجادله سران دو قوه مقننه و مجریه در دو سه روز گذشته که عمده محور این مجادله هم آقای مرتضوی بودن، عامل اصلی این درگیری هست. ولی در کنار این مسائل امیدوار هستم آنچه که شما بهش اشاره میکنین هرگز رخ نده. دوستان و همکاران ما با اتهامهای بسیار واهی در زندانن و هیچ چیز نباید موجب این بشه که ما موقعیت اونها رو فراموش کنیم. بله آقای مافی، از شما همین سوال میکنم. این دستگیری آقای مرتضوی به نوعی نمیتونه افکار عمومی رو متوجه این داستان بکنه و توجهشون از دستگیری روزنامه نگاران و ماندن اونها در زندان اوین منحرف بکنه؟ آره، فقط این وظیفه ماست به عنوان روزنامه نگار، در واقع خبرنگار، در هر کجایی که حضور داریم همکاران خودمون و کسانی رو که به خاطر اون انتقادشون به حاکم مرتضوی و اتفاقاتی که در چند روز گذشته در ایران رخ داده طبیعتاً غافلگیر کننده بوده و حالا رسانه‌های نزدیک به حاکمیت هم تلاششون این هست که این مسئله ها رو بولد بکنن و در این حال در کنار اون شانتاج خبری رو در خصوص خبرنگاران بازداشت شده ادامه بدن و اینها رو اینها وابسته به خارج از کشور هستن، اینها در واقع از نگاه جمهوری اسلامی. اما اون چیزی که هست، باز هم تاکید میکنم، وظیفه ما کشف همین هست که در این موقعیت یک تحلیل استراتژیک داشته و تاکتیک خاص خودمون رو به کار ببریم، در واقع نگذاریم که حاکمیت اونطور که تا به کنه. من فکر میکنم که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و روزنامه نگاران همکاران خودشون رو در زندان فراموش نخواهند کرد، همونطور که بقیه کسانی که در این سالها در ایران مورد ضرب و شتم حاکمیت واقع شدند، چه به لحاظ جسم نظامی رو از یاد نخواهم برد. آقای مافی، متاسفانه صدای شما قطع وصل میشه، نمیدونم بینندگان چقدر متوجه صحبتاتون بشن. من از کارگردانی میخوام، اتاق فرمان میخوام که قطع کنن دوباره بگیرن. من در این مابین یک بخشی، چون سوال بعدیم در رابطه با این اطلاعیه امروز وزارت اطلاعات بود، یک بخشش رو دوباره برای شما میخونم. در بند دوی این اطلاعیه آمده افزون بر شناسایی کامل شاخه داخلی با عنایات ویژه الهی، کل عناصر مستقر در خارج این شبکه نیز شناسایی شدند. این شاخه از لحاظ گستردگی پرشمارتر از شاخه داخلی بوده و اکثریت قابل توجهی از اعضای آن را عناصر فراری فتنه 88 و همکاران با سابقه روزنامه‌های موسوم به زنجیره‌ای را تشکیل می‌دهند. همچنین هسته مرکزی شبکه که در لندن استقرار دارد از همکاری مستقیم کار سه گروه مستقر در بروکسل، پاریس و استانبول نیز برخوردار است. متاسفانه خبرگزاری مهر که من ازش این اطلاع میخوندم در تایپش اشتباه کرده، بعضی حرفا جلو عقبه. آقای مافی، من در رابطه با این بخش خارج از کشور میخواستم صحبت کنم. شما خودتون در صحبتهایتون اشاره کردین که فشارهایی به روی همکاران ما در خارج از مرزهای ایران هم هست، خانواده هاشون رو مورد فشار قرار میدن، برای بازجو احضار میکنن، تلاش میکنن از طریق تلفن با همکاران ما اینجا رابطه برقرار کنن و بازجوییشون بکنن، بهشون بگن که محل کارشون رو ترک کنن، وبلاگ های ساختگی برای
دوستان رادیو فردا در هفته گذشته ساختن، در گذشته برای دیگران، سایت ها و صفحات همکاران و مورد حمله سایبری انجام میدن. سایت شخص بنده رو 430 تا ویروس در تابستان گذشته سوارش کردم، مجبور شدم ماها تعطیلش کنم تا از این ویروس ها پاک بشه. ولی به این صورت در یک بیانیه رسمی، اونم با تقسیم بندی شهری، به این دقت فقط یکی دو بار دیگه اشاره کرده بودند. آیا این اعلامیه هشداری هم به ما خبرنگاران ایرانی که در خارج از مرزهای ایران فعالیت داریم نیستش؟ طبیعتاً فکر میکنم هست که تمام راه های اطلاع رسانی در ایران رو مسدود بکنه، با گروگانگیری، با اتهام زنی میکنه، میخواهد که خبرنگاران رو از پرداختن به اون چه که واقعیت های جامعه است باز بداره. من فکر میکنم اگر دیشب شما دنبال کرده باشید صحبت های مهدی محمدی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در شبکه دو تلویزیون ایران دقیقا نشون میداد که جمهوری اسلامی همونجور که علوم انسانی رو مسله کرده، حالا به دنبال این هست که تعریف خبررسانی رو هم علم ارتباطات رو به گونه دیگری تعریف بکنه. طبیعتا نمیدونم رفتار بعدیش چه خواهد بود در قبال روزنامه نگاران و رسانه های خارج از کشور، چون تا به حال هرچه توان داشته به کار گرفته، اما به نوعی میشه گفت که یک تهدید هست برای روزنامه نگارانی که نزدیکتر هستن به مرزهای جمهوری اسلامی. شاید و از جمهوری اسلامی هیچ رفتاری بعید نیست که به رفتارهای در واقع حسی روی بیاره، یا فشار خانواده ها افزایش بده، و یا نوعی بخواهد مقابله به مثل و خدای نکرده روی به ترور فیزیکی هم بیاره. منتها اینها همش حدس و گمان هست که آیا ایش رو جایی در واقع ترمز رو خواهد کشید. آی مافی، البته همکاران ما، من و شما، که در این سالها مجبور خروج از کشور شدن، آخرین موجش بعد از انتخابات 88، ولی خروج خبرنگاران از ایران از همون اولین ماهای بعد از انقلاب آغاز شد و هرگز متوقف نشد، هرچند در دوره‌های بیشتر از قبل بوده و هنوزم ادامه داره. بسیاری از همکاران تونستن در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، یعنی کشورهایی که با سیستم‌های دموکراتیک اداره میشن، سکونت اختیار کنن و به نوعی از یک نوع حفاظت‌هایی برخوردار هستند، از امنیت بیشتری برخوردارن. ولی متاسفانه گروهی هنوز موفق نشدند و در کشورهایی همطور که شما اشاره کردین همجوار ایران، یا در کشورهایی هستند که دارای روابط بسیار خوب با ایران هستند و هر آن امکان اخراجشون هست تا بازپس فرستادن به ایران و یا حتی خدای ناکرده حمله های فیزیکی. شما فکر میکنید که چه میشه کرد برای اینکه در مقابل این موج جدید که گویا از مرزهای ایران قرار عبور کنه و به خارج هم برسه ایستاد، اجازه نداد که این لطمه های بیشتری به صنف ما و به خبرنگاران به عنوان کسانی که در مقابل کل جامعه مسئولیت دارند، چون باید جامعه را مطلع کنند از آنچه که دورورشان میگذرد؟ یک حرکت هماهنگ از سوی نه فقط روزنامه‌نگاران ایرانی، حوزه رسانه ها و رسانه های بین المللی است که وانش نشون بدن به این رفتار جمهوری اسلامی. ما که ایران مورد تحریم ماهواره قرار گرفت، اما از مسیرهای دیگری رو بر روی امواج ماهواره‌ای فعال بکنه. اینها فکر میکنم که بیش از هر چیز دیگری، باز هم تاکید میکنم، نیازمند یک اقدام هماهنگ هست. بیش از هر چیز، هر
کشور حضور دارن و نهادهایی که در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران فعالیت میکنن باید بر فشارها بر جمهوری اسلامی بیفزایند، باید از جمهوری اسلامی بخواهند با هر ابزاری که شده به قوانین بین المللی و حتی قوانین اساسی قانون اساسی خودش پایبند باشه و اینطور نباشه که درسها هم روزنامه نگاران رو تهدید بکنه و بیاد به سمت اینکه خانواده هاشون رو گروگان بگیره و با حیثیت و اعتبار شخصی اونها بازی بکنه. یک هم اندیشی هستیم همه ما که بتوانیم در ایران رو سرکوب کردن و انجمن صنفی روزنامه نگاران هم یکی از اون نهادهایی بوده که سرکوب شده و به نوعی به خارج از کشور منتقل شده، شاید اون بخش اصلی این سازمان. اما اینکه در واقع بتوانند این نهادهای بین المللی به مقابله با جمهوری اسلامی برن در این اسلامی نشون داده که به هیچ آداب و قانونی پایبند نیست و تنها و تنها راه خودش رو پیش میره و طبیعتا روزنامه نگاری هم در ایران به تعبیر آقای شمس الواعظین راه رفتن در روی میدان مین هست، کشور هم داره اندام میشه به نوعهای مختلف. آقای مافی یک سوال آخر چون به پایان برنامه نزدیک شدیم، شما اشاره کردین به تعطیلی انجمن صنفی و یک نهادی دیگری که بود برای آزادی بیان که هر دو دوست خوب من آقای شمس الواعظین در اونها بسیار فعال بودند و بارها هم به نمایندگی از این دو نهاد به اروپا آمدند و با نهادهای صنفی خبرنگاران روزنامه نگاران در اروپا ملاقات داشتند و در برخی از این ملاقات ها من ایشون رو همراهی میکردم. این کمبود یک نهاد که نمایندگی کنه صنف روزنامه نگاران و خبرنگاران و عکاسای خبری و فیلمبردارای خبری ایرانی یک مانعی نیست برای اینکه ما بتونیم با یک صدا در جامعه بین المللی با صدای رسا صحبت کنیم و مجبوریم تک تک اینور و اونور مراجعه کنیم و گاهی وقتا هم حرکت ها ناموزون باشه و بنابراین نتیجه خوبی نداشته باشه یا نتیجه که ما خواهان اون هستیم نداشته باشه. من قطعا با شما موافقم آقای رفعت عزیز، من نیازمند شما خودتون سندیکال نهادهای مدنی هستیم که بتواند در مقابل این زورگویی ها و زورگیری های حکومت بایستد و بیش از هر زمان دیگری به نظر میرسه که ما نیازمند این هستیم که سریعتر در این راستا تصمیم بگیریم. روزنامه نگارانی که در خارج از کشور حضور دارن تنها و تنها وظیفش دفاع از حقوق روزنامه نگاران باشه و مقابله با سرکوب گسترده‌ای که حاکمیت در پیش گرفته و این هم واقعیتش این هست که نیازمند پیش نیازش در واقع این روزنامه نگاری داریم یا به نوعی حالا این شکاف هایی رو که میان خودمون احساس میکنیم کنار بگذاریم و تنها حول محور صنفمون که بیش از هر زمان دیگری مورد تهدید واقع شده متحد بشیم تا اجازه سرکوب بیشتر رو به حاکمیت ندیم و یا حداقل از آسیب های این سرکوب گسترده جلوگیری کنیم. خیلی متشکرم از حضورتون آقای مافی. برنامه ما اینجا به پایان میرسه، امیدوارم تا سه شنبه دیگر که ما باز در رابطه با جامعه مدنی صحبت خواهیم کرد همکاران ما که در زندان اوین هستند، من بار دیگر اسمهایشون رو میخونم، آزاد باشند و به خانه هایشان بازگشته باشند: ریحانه طباطبایی، فاطمه ساغرچی، علی دهقان، نرگس جودک، جواد دلیری، نسرین تخیری، کیوان مهرگان، پژمان موسوی، میلاد فدایی اصل، اکبر منتجبی، حسین یاخچی، ساسان آقایی، سلیمان محمدی، سبا آذرپیک و امیلی امرایی. تا برنامه بعدی شاد و سلامت باشید.